مطالعات نشان می دهد که تعداد بارداری ها در سراسر جهان به طرزی چشمگیر کاهش داشته و شماری از کشورها را با خطر احتمالی کاهش جمعیت مواجه کرده است. به گزارش شیعه ویوز به نقل از بی, بی سی، گروه تحقیقاتی دانشگاه واشنگتن در آمریکا با مطالعه آمار بارداری در کشورهای مختلف جهان و روند تغییرات آن در چند دهه اخیر نتیجه گرفته است که بین سالهای 1950 تا 2017 میلادی تعداد فرزندان متولد شده از هر زن در طول عمر او از متوسط چهار و درصد فرزند در ابتدای این دوره به دو و چهاردهم درصد فرزند کاهش یافته و تقریبا نصف شده است. در این حال این روند در تمام کشورهای جهان یکسان نبوده و تفاوتهایی محسوس بین آنها دیده می شود. به عنوان مثال در سال 2017 میلادی متوسط تعداد فرزند برای هر زن در کشور نیجر واقع در غرب آفریقا هفت و یک درصد فرزند و برای قبرس یک فرزند بوده است. محاسبات کارشناسان حاکی از آن است که اگر نرخ متوسط باروری در یک کشور به زیر دو و یک دهم درصد نفر برسد چنین کشوری سرانجام با کاهش جمعیت مواجه خواهد شد بر اساس این تحقیق در سال 1950 چنین وضعیتی در هیچ کشوری در جهان وجود نداشت اما امروزه نرخ باروری در شماری از کشورها خصوصا کشورهای ثروتمند جهان در اروپا ایالات متحده، کره جنوبی و استرالیا از این رقم کمتر است. در چین نیز عوامل متعدد به ویژه سیاست محدودیت تعداد فرزند برای هر زوج باعث کاهش نرخ باروری در این کشور شده است. البته کاهش نرخ باروری در این کشور ها لزوما به معنی کاهش فوری جمعیت نیست زیرا علاوه بر نرخ زاد و ولد و مرگ و میر میزان مهاجرت نیز یک عامل تعیین کننده ی جمعیت یک کشور است به گفته یک کارشناسان چنین وضعیتی به مرور زمان میتواند جمعیت را کاهش دهد مگر اینکه این کاهش از طریق پذیرش مهاجران جبران شود بر اساس این گزارش در حال حاضر باروری نیمی از زنان در جهان در حدی است که همچنان باعث رشد جمعیت کل جهان می شود اما با رشد اقتصادی و دستیابی کشورهای بیشتری به توسعه انتظار می رود این رقم به تدریج کاهش یابد.